امروز 31 فروردین 1403 داریم آماده میشیم برای سفر از تهران به خالد نبی در استان گلستان با موتور هوندا سیارف رالی به امید آزادی موتورهای حجم بالا و سیسی بالاتر و روزای خوب. لباسه کلاویر از راهی دور اما با دلی نزدیک. درود همراهان عزیز، با من فرهاد فرحی همراه هستید. سفر با موتور مثل اسب سواری مدرن میمونه و هیجانات خاص خودشو داره و تجربه های بیشتری کسب میکنی و حس رهایی آزادی که بهت میده وصف ناپذیره. سفرمون از تهران آغاز شد و در جاده کویری سمنان به راهمون ادامه میدیم و از ایوان کی گرمسار سرخه عبور خواهیم کرد و اولی مقصد بیابانک خواهد بود. جا دهنمک 70 کیلومتری سمنان بنزین بزنم، دو تا کاروان سرا داره، ببینیم و بریم سمت سمنان و بیابانک. خودم کاروانسرای دهنمک بغلاده است. این توش با آفتاب سوزان کویری و بعد از عبور از سرخه وارد جاده صوفی آباد و بیابانک شدیم و به راهمون ادامه دادیم و هوا هم کمی باد داشت. آرامگاه علاءالدوله سمنانی که نزدیک به 1000 سال قدمت داره و مربوط به زمان ایلخانیان است و فیلم کاملش در یوتیوب من هستش که میتونید ببینید، چون من بارها اینجا رو دیدم و یه توقف کوچیکی کردیم و استراحتی کردیم، یه دیداری تازه کردیم و به مقصد بعدیمون بیابانک حرکت کردیم. بیابانک روستایی تاریخی و احتمالاً با قدمتی چند هزار ساله و در 29 کیلومتری شهر سمنان و جزو شهرستان سرخه با کوچه پس کوچه های تاریخی و آبانبارهای زیبا و بافت خاص کویری خودش، صخره عقاب، کویر کوه سرخ و دیدنی های بیشماری که درش وجود داره. پیشنهاد میکنم بیابانک رو حتما ببینید و واقعا خالی از لطف نیست. حالا بیابانک چه خصوصیتی داره؟ زبونش کجاییه؟ سمنانی و شمالی. سمنانی شمالی؟ آره. یعنی شمالی هم متوجه میشن؟ آره سمنانی هم صحبت میکنه. سمنانی و شمالی. چند تا خانوار ساکن داره؟ تقریبا 15 تا.
گویش بیابانه کلمات خاص خودش هم داره، مثلا به جای کرد از واژه کرچ استفاده میکنه. حدودا 10 تا 12 سال پیش حدود 100 خانوار و شاید هم بیشتر در اینجا زندگی میکردند که حالا خوشسالی و نبود کار و مهاجرت ها خالی از سکنه شد. یک شیرنی محلی هم اینجا هست که برای سالنا درستش میکنم به نام گولاچ، که یک جشنواره هر سال به این نام برگزار میشه. طوفان شن شد و ما هم مسیر زیادی داریم و بیشتر از این نمیتونیم در بیابانک بمونیم و حرکت کردیم به سمت بهشت کویر شهمیرزاد.